سلام، وقت شما بخیر. به اخبار امروز شنبه 8 ثور مصادف است با 27 اپریل از دای کندی تیوی خوش آمدید. هشدار از احتمال بارش، برف و باران و سرازیر شدن سیلاب در 28 ولایت کشور. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال بارش برف در ارتفاعات بلند، بارش شدید باران و رعد و برق و سرازیر شدن سیلاب در 28 ولایت کشور هشدار داده است. این ریاست بارش برف و باران و سرازیر شدن سیلاب را برای فردا یکشنبه 9 ثور در ولایت های بدخشان، تخار، قندوز، بلخ، سمنگان، بغلان، نورستان، کونر، لغمان، ننگرهار، پروان، پنشیر، کاپسا، کابل، میدانی وردک، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، دایکنده، بامیان، سرپل، زابل، اروزگان، قندهار، هلمند و غور پیش بینی کرده است. ریاست هواشناسی طالبان میزان بارش باران در نقاط مختلف را بین 15 تا 50 میلی متر پیش بینی کرده است. این ریاست همچنان از احتمال وزش باد شدید با سرعت بین 20 تا 80 کیلومتر در ساعت در ولایت های شمال و شمال غرب، جنوب، جنوب غرب و مرکز کشور هشدار داده است. در روزهای اخیر ولایت های مختلف کشور شاهد بارندگی ها و سرازیر شدن سیلاب بوده است. این سیلاب ها علاوه بر تخریب خانه ها و زمین های زراعتی، تلفات جانی نیز در پی داشته است. افتتاح 3 پروژه انکشافی در کابل. شهرداری طالبان در کابل 3 پروژه انکشافی را به ارزش 1 میلیارد افغانی امروز شنبه 8 ثور افتتاح کرد. بر بنیاد خبرنامه ارگ زیر اداره طالبان، این پروژه ها را شامل بخش دوم سرک کوتل خیرخانه، قسمت اول سرک چهارراهی شهید الی قصبه و سرک چهارراهی میدان هوایی الی گمرک ولایت کابل می شود. این در حالی است که شهروندان کشور همواره از نبود فرصت های کاری در کشور به علت تطبیق نشدن پروژه های انکشافی و برنامه های اقتصادی از سوی طالبان انتقاد کردند. از طرف دیگر برخی از شهروندان پایتخت بارها گفتند که پس از تخریب خانه هایشان و منظور از ساخت سرک ها طالبان هزینه هایشان را به گونه کامل نمی پردازد و توان ساخت خانه دیگر را ندارد. امتحان کنکور بیش از 2500 داوطلب شمولیت در پوهنتون دفاع ملی اخذ شد. وزارت دفاع ملی می گوید امتحان کنکور 2522 نفر داوطلب شمولیت در اکادمی ملی نظامی حضرت معاذ بن جبل، پوهنتون دفاع ملی حضرت ابو عبیده بن جراح امروز به گونه موفقانه اخذ شده است. به گفته این وزارت، از میان این داوطلبان 250 تن آنان با پوره کردن شرایط به اکادمی ملی نظامی 4 ساله معرفی خواهند شد. گرامی داشت از 8 ثور در کشور. 8 ثور روز تاریخی فروپاشی رژیم کمونیستی امروز شنبه 8 ثور مصادف است با 32مین سال روز سرنگونی رژیم کمونیستی در کشور است. مجاهدین افغان در سال 1371 خورشیدی پس از 14 سال جهاد، رژیم کمونیستی که به حمایت جماهیر شوروی سابق در نتیجه کودتای 7 ثور 1357 خورشیدی به میان آمده بود را سرنگون کردن. این پیروزی حاصل مجاهدت و قربانی میلیون ها افغان است که با جهاد سرسختانه خود کسب کرده است. پرسش و نگرانی حکمتیار از وضعیت افغانستان. چرا لهجه امریکا در مورد افغانستان تندتر شده است؟ گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، از اظهارات اخیر مارشال عبدالرشید دوستم و جنرال یاسین ضیا در مورد پایان حاکمیت طالبان به گونه تلویحی ابراز نگرانی کرده است. رهبر حزب اسلامی میگوید که مخالفین مسلح نظام از غرب میخواهند علیه طالبان به اقدام های عملی متوسل شود. حکمتیار در حساب اکس خود نگاشته که جبهه آزادی تحت رهبری جنرال ضیا جلوتر رفته و گفته است شرایط برای مداخله عملی آماده است. دوستم ولیپور ادعای تجلیل ایده‌آینده در داخل افغانستان را دارد. رهبر حزب اسلامی افزود که لهجه مسئولان امریکا درباره طالبان نیز تندتر شده است و او پرسیده است که چرا و حقیقت چیست. و این هم نرخ اسعار امروز در بازار کابل. 1 دلار آمریکایی برابر است با 72 افغانی و 24 پول. 1 یورو برابر است با 77 افغانی و 35 پول. 1 دینار کویتی برابر است با 234 افغانی و 89 پول. 1 پوند انگلیس برابر است با 88 افغانی و 75 پول. 1000 تومان ایرانی برابر است با 1 افغانی و 130 پول. 1000 کلدار هندی برابر است با 831 افغانی و 10 پول.
1000 کلدار پاکستانی برابر است با 260 افغانی و 20 پول، 1 لیره ترکی برابر است با 2 افغانی و 22 پول، 1 درهم برابر است با 19 افغانی و 58 پول و همچنان 1 ریال سعودی برابر است با 19 افغانی و 07 پول.